سلام حمید جان. درود. خوب هستی؟ خوبه، سلامتی. به همه شنوندگانم درود میفرستم. خوشحالم که تو برنامه هستم. من میخواستم اگه میشه یکم راجع به تاپیک جزئی تر صحبت کنیم، یعنی موضوعی که میخوایم صحبت کنیم و تا اونجا که ممکنه به اصطلاح تنگ ترش کنیم و روی یک چیزی فوکوس بیشتری داشته باشیم. البته من بگم که من به قول یارو گفتنی ناخدا باورم. خب ناخدا باور؟ من یعنی یعنی ناسکیتی است؟ من خیلی خوب. اگر که میشه یکم روی موضوعات بیشتر فوکوس بکنیم تا بتونیم بیشتر به نتیجه های بهتری برسیم. خب بیا، تو الان اومدی که روی چیزی که میخوای فوکس بکنی، خب فوکس بکن روی چیزی که الان میخوای، یعنی اگه نظری داری در این موقع بگو. ببین، راجب این به اصطلاح ادیانی که توی ایران وجود دارن، خب کشور ایران کشوری بوده که از توی این مدت چند هزار ساله پیش تمدن‌های خودش و تمدن‌های اطرافش همیشه به یه چیزی باور داشتن، هم ناخدا باور توش بوده هم خدا باور. حالا این خدا باور رو به بعضیاشون مشخصا یه چیزیه که میدونستن رو فکر میکردن میدونن رو میپرستیدن، بعضی هم نه، به هر چیزی که یه مدت قدرت حساب میشد رو میپرستیدن. یعنی شاید مثلا یه مدتی خورشید قدرت شناسایی میشد و اونو میپرستیدن و همینطور هی جلوتر هی به چیزهای دیگه و بعد به یک مقطعی رسیدن که یه چیزی که قابل شناسایی نبود رو پرستیدن. یعنی یه پرت شدن از یک جایی به یک چیز یه چیزی که عدم شناسایی توش بیشتره. یعنی اول چیزایی بود که قابلیت شناسایی داشت، توسط مردم میدیدنش، میتونستن بیشتر درکش بکنن، ولی بعد از اون به یک چیزی رسیدن که اصلا نمیتونستن درکش بکنن و صحت سنجش و اینکه بتونن نشونش بدن یا اینکه کسی رو بیشتر راجبش متقاعد بکنن، اون رو ستایش کردن، اون رو پرستیدن. علت این چی بوده؟ علت این به نظر من ایجاد ترس بیشتر تا اینکه بتونن هی و اینکه قدرت ها هی که تعویض شدن، بشر تمام چیزای قدرتایی که تو اطرافش قابلیت شناسایی بود رو دونه دونه تست کرد و فهمید که اونا خدا نیستن. و این بار از چیزی که بهش گفتن که این چیزیه که نمیتونی بسنجیش ولی این خدای توه، و این بار به اون سمت سر داده شد و به اون سمت رفت و از اون موقع به این ور این قابلیت سنجش براش وجود نداره، ولی کماکان به خاطر ترس و اینکه از قبل یه سابقه پرستیدن وجود داشته به اون سمت به راحتی سر داده شده و الان اونجا داره دست و پا میزنه. البته همین، من فکر نکنم به خاطر ترس بوده. چیزی که داری توضیح میدی خیلی شبیه به نظر من به این تئوری، به این روش توضیح God of the Gaps، خدای شکاف ها. خب که خدا همینجوری داره کوچیکتر، هرچی علم و تجربه ما داره بیشتر رشد میکنه، جایگاه خدا داره کوچیکتر میشه و تعریف خدا یک چیز مبهمتر میشه. خب این فکر کنم یک موز به جایی که یک روش باشه برای به وجود آوردن ترس، فکر کنم یک موضوع دفاعی هست، به خاطر اینکه خدا تعریفش هرچی دقیق تر باشه رد کردنش به طور علمی خیلی راحت تر میشه. برای همین خدا باید هی یه چیز خیلی مبهم و مبهمتر بشه که
قابل رد کردن از طریق علمی نباشه. یعنی فکر کنم یه چیز دفاعیه تا یه چیز برای ایجاد ترس. و یه دلیل دیگه هم که من میگم، ببین مبهمترین خدایی که وجود داره همون خدای دیستاس دیگه، دیزم. خب یعنی خدایی که تو جهان هیچ نقشی نداره، به دعاها گوش نمیده، هیچ کاری نمیکنه، فقط جهان رو به وجود آورده، بعدش هم دیگه هیچ کاری نکرده، یعنی با جهان هیچ رابطه ای نداره. خب این خدا دیگه مبهم‌تر از این دیگه نمیشه دیگه. این خدای دیزم کسایی که به این خدا بیشتر از همه اعتقاد داشتن فیلسوفایی بودن مال عصر روشنفکری که اینا اصلا هدفشون به وجود آوردن ترس نبوده. میدونی مثلا چه؟ یعنی این اتفاقا این فیلسوفایی بودن که به شدت میخواستن قدرت مردم رو نسبت به شاه‌ها و دیکتاتورها و کسایی که از ترس استفاده میکردن که رو مردم حکومت کنن، اتفاقا میخواستن مبارزه کنن با یه همچین یعنی گروه های یا همچین کسایی که از ترس استفاده میکنن، با این گروه ها میخواستن مبارزه کنن. خب یعنی من فکر نمیکنم که عقیده به این خدا هدف من بوده برای به وجود آوردن ترس. برای ترس بله. ببینید من فکر میکنم خب ما قدیمی ترین قوانینی که تو منطقمون داشتیم مال حمورابی بوده دیگه، درسته؟ و بعد از اون حمورابی یعنی... اولیه که رکورد شده آفرین، احتمالاً قبلش بوده ولی این اونیه که مونده. خب جامعه در اون زمان بیشترین رشد رو شروع کرده به دیدن، یعنی اینکه وقتی که یک حکومتری میبینه که قدرت داره گسترش میابه، یعنی قلمروش داره گسترش میابه بدون اینکه کنترل گسترش پیدا کنه. ببینید دو تا موضوع هستش، یه موضوع هستش که ما یه حاکمیتی در یک سرزمینی داریم که قدرتش تا کیلومترها میره، تا هزاران کیلومتر، اما این قدرت قابلیت کنترل و سنجش رو نداره. بنابراین به خوبی میشه درک کرد که ما اونجا برای حکومت ها نیاز داریم یه سویچی بکنیم از خدای قابلیت سنجش به یه خدای غیر قابل سنجش، یک خدایی که نتونه صحتش رو تشخیص داد. به خاطر این همین هنوز در تعاریفی که برای خداوند وجود داره نتونستیم از مفاهیم حتی آفریدگار بودن، پروردگار بودن، هیچ کدوم از اینها رو روش فوکوس بکنیم و معرفی بکنیم که خدا کدوم یکی از اینهاست. آیا فقط آفریدگاره؟ نخیر، آفریدگار نیست، فقط پروردگاره یا ترکیب از این دو هستش. بلافاصله این به حرف شما برمیگرده، وقتی که میخوایم روی هر کدوم از این کلمات یا معانی ما فوکوس بکنیم به راحتی دوچار تردید میشیم. به خاطر همینه که این خدا رو مجبور شدن غیر قابل سنجش بکنن، چون هر کدوم از کلمات یک بار معانی خاصی رو به دنبال خودش داره، یک مفهومی رو به دنبال خاصی رو به دنبال خودش داره که وقتی که شما میخواید رد پای اون رو بگیرید و به سرچشمه اون برسید، متوجه میشید که بلافاصله در ابتدای کار به ناکجا آباد میرسید و برای شما این غیر قابل فهم میشه. بنابراین ایجاد یک خدایی که قابلیت سنجش نداشته باشه، نشه تشخیصش داد، نشه هیچ ادعایی به اصطلاح داشت که چطور این خدا هستش و منشأ این حرف چیه، قابلیت تثبیت اون چیه. به خاطر همین قابلیت نیاز، به خاطر همین نیاز داشتیم ما به همچین خدایی و به این سمت رفتن. به خاطر همین بوده که دیگر، و باز دوباره به حرف تو برمیگردم، اگه نگاه بکنیم به هر خدایی که ما در زمانهای قبل از اون رفتیم، بشر دونه به دونه به اونها رفته و متوجه این شده که اینها خدا نیستن، به خاطر اینکه اینا در رفت آمد بودن، قابلیت سنجش داشتن، بشر اینا رو میتونسته بفهمه. خب همینجا من فقط یه چیز کوچیکی دیگه بگم بعد برم سراغ میلاد و آریا که منتظر هستن بیان بالا. خب بله، این حرفات خیلیش درسته، فقط یه چیزی که من ممکنه نمیدونم منظورت هست یا نه، این تکامل خدا خب خیلی موقع ها
این تغییرات و این صفتهای خدا و این ویژگی‌هایی که تو طول تاریخ داشته و عوض شده خیلی موقع به طور آگاهانه عوض نشده. میدونی نظرم چه؟ یعنی اینا یک این مثلا سیاستمداران و شاهان و کسای دیگه انقدر نابغه نبودن که بتونن بیان خدا رو دقیقاً اونجوری توجیه کنن، اونجوری مثلا ویژگی‌هاشو تعیین بکنن که به این شکل به نفعشون باشه. یعنی اینا مثلا یه همچین کاری یک قدرت، یعنی اینا باید واقعا بزرگترین نابغه های جهان بودن که بتونن از لحاظه، یعنی حتی علم جامعه شناسی به اون شکل اون موقع نبوده که اینا بتونن بیان دقیقاً اینجوری هم چیزها رو تعیین بکنن. تکامل خدا یا تکامل دین یا تکامل عقاید تو طول تاریخ خیلی موقع ها جوری که اتفاق افتاده همون جوریه که مثلا تکامل حیوانات توی زیست به وجود اومده. یعنی درسته که بخواد این تغییر ویژگی ها بر اساس این بوده که چیزی که کاربرد بیشتری داشته، بیشتر اون دینی که کاربرد بیشتری داشته یا اون خدایی که کاربرد بیشتری داشته رشد بیشتری کرده، ولی نه به طور آگاهانه از کسایی که این خداها رو دینها رو استفاده کرده. چون کاربرد بیشتری داشته اون جامعه هایی که این خدا رو یا اون ویژگی رو یا این دین رو یا اون قانون دین رو استفاده کردن بقایشون بیشتر بوده و بر همین دینشون هم به همون شکل بیشتر رشد کرده، به خاطر اینکه اون جامعه‌ای که اونو داشته بقای بیشتری پیدا کرده. یعنی خیلی شبیه موجودات زنده تو دنیای طبیعت. خب یعنی ما اگه بگیم که خب این کاربردش این بوده که مثلا ترس به وجود آورده یا مثلا به شاه قدرت داده، درسته که احتمال داره که بعضی از شاه‌ها یا بعضی از این کسایی بودن تو تاریخ یا کسایی که دیندارایی بودن تو تاریخ که ممکنه اونقدر عقلشون میرسه که فکر کنن که خب اینا همه چرت و پرته ولی به نفع ماست، ولی من فکر کنم اکثرشون فقط یعنی اینقدر تفکر نکردن که بیان بگن که ما خدا رو چجوری ویژگیشو عوض کنیم. البته بعضیا بودن، مثلا من فکر کنم اگه کانستانتین رو نگاه بکنین یا کی بود عبدالملک فکر کنم توی تاریخ اسلام نگاه کنین به نظر میرسه که بعضی موقع کسایی بودن که خیلی آگاهانه اومدن دین رو عوض کردن جوری که به نفع قدرتش شده. ولی مثال داریم مثال هم هست که به نظر، یعنی من فکر میکنم اکثرش غیر آگاهانه بوده. ببینید من یه عرضی دارم، من یه فکری دارم که این فکر رو بیشتر روش اطمینان دارم، البته یه چیزی نمیشه روش اطمینان قطعی داشت، ولی خب بیشتر روی این اطمینان دارم که این خدا و این فلسفه وجودی اون در ارتباط با زبانه. یعنی هر چقدر یک جامعه قابلیت گفتگویش بالاتر بره، خدای اون جامعه پیچیدگیش بیشتر و بیشتر میشه و هر چقدر اون جامعه بتونن به سطح اون زبان خودشون فهم بیشتر و از پیچیدگی و فهم بیشتری از اون زبان بهره ببرن، بنابراین به راحتی میتونن از خدای تعریف شده قبلی خارج بشن و وارد خدای بعدی بشن که دارای پیچیدگی‌های بیشتری داشته باشه. ما در رابطه با اینکه نیاز داشته باشیم اون موقع یک فیلسوف و یک نابغه‌ای داشته باشیم، نه اینطور نبوده. از اونجایی که جوامع اون زمان دسترسی به تحصیلات و یا گفتگوی بالایی رو نداشتن به خاطر پراکندگی بالاتر معذرت میخوام، وقوع جنگ‌های بیشتر، قابلیت گفتگو در جامعه بسیار کمتر بوده. این که من بتونم مثل امروز با شما در آرامش فکری معیشتی با شما صحبت بکنم همچین امکانی نبوده، بنابراین جامعه گفتگوی کمتری رو با خودشون به یدک میکشیدن و نیاز نبوده که نوابغی باشند، بلکه هر کس اگر در سطوح متوسطی از زبان بوده در استخدام حاکمیت برای پیشبرد تعاریف کنترلی که بهترین این میتونست خدای آن زمان خودش باشه به استخدام در بیاد و براش کار بکنه و این مفاهیم رو توسعه بده. و از اونجایی که جامعه برای اینکه بتونه به درک اون زبان در زمان خودش برسه و به پیشرفت اون زبان در اون زمان برسه یه عقب افتادگی ما داریم میبینیم، بنابراین این همزمان میتونسته با قابلیت گفتگوی اون به اصطلاح تمدن یا اون سلسله تا آخر پیش بره.
و هر زبان، هر زمانی که ما میبینیم که یک سلسله چند گفتگوی خودش رو با جامعه خودش به حداقل میرسونه، بنابراین رفتن اون سلسله یا اون قوم از حکومت بلافاصله ایجاد میشه و گفتگوی تمدن یا سلسله بعدی به وجود میاد و ابتدای اول اون سلسله گفتگو با جامعه بیشتره، بنابراین ما پیدایش خدای دیگه ای داریم با پیشیدگی های بیشتر که بله. باید تا آخره که این جامعه به اون حد گفتگوی برسه پیش بره. باش همه جا من میلاد انقدر منتظر بود که دیگه رفت، من میرم سراغ کسای بعدی. ممنون از وقتی خیلی خوش داشتی. لذت بردم، ببخشی که وقت کمتر دارم چون که خیلی به نظر میرسه امروز اومدن منتظرن که بیام بالا، شرمنده که بیشتر نم. ممنون فعلا. خب خدا حافظ همه جان.